در ایام قدیم مردم بر این باور بودند که 40 سالگی سن عقل است. به همین خاطر سن پایین و بالاتر از آن را دوست نداشتند. به هر حال در آن ایام مردی به نام ملا نصرالدین زندگی میکرد. ملا نصرالدین وقتی به سن 40 سالگی رسید به همه گفت به سن عقل رسیده است. به همین خاطر جشن تولد بزرگی گرفت و در آن جشن به همه گفت ای مردم عزیز، هر گونه مشکلی که دارید پیش من بیایید تا آن را حل کنم. مردم ملا نصرالدین را به خاطر اینکه آدم بسیار باهوش و شاد و شوخی بود خیلی دوست داشتن. به همین خاطر همه سعی میکردن با او حرف بزنن تا هم شاد شوند و هم از هوش و دانایی او استفاده کنند. به هر حال بعد از آن روز تولد رفت آمد مردم به خانه ملا زیاد شد و هر کس هم که به دیدنش میرفت سعی میکرد دست خالی به خانهش نرود و برایش هدیه ببرد. ملا نصرالدین یواش یواش از وضعی که پیدا کرده بود خیلی خوشحال شده بود. او دلش میخواست همیشه در این سن بماند. چند سالی کار ملا حسابی تو رونق بود و نانش توی روغن افتاده بود. البته در این میان یک نفر بود که چشم دیدن ملا نصرالدین را نداشت و پیش از اینکه ملا نصرالدین به این سن برسد او برای خودش برو و بیایی داشت. برای مردم بی سواد نامه می نوشت و نامه های رسیده را برایشان می خواند. به خاطر هر خواندن و نوشتن هم پولی می گرفت و زندگیش را می گذراند. وقتی ملا نصرالدین با آن همه سر صدا به سن 40 سالگی رسید، کاروبار نامه نویس شهر از روغن افتاد و کساد شد. گرچه این نامه نویس مثل ملا نصرالدین با سواد بود و می توانست مشکلات را حل کند، اما اصلا خوش اخلاق نبود. خب طبیعتا مردم بیشتر دوست داشتند پیش کسی بروند که علاوه بر اینکه با سواد باشد خوش اخلاق و خوش مشرب هم باشد. با این وجود نامه نویس شهر 1-2 سالی صبر کرد و دندان روی جگر گذاشت. اما وقتی ملا نصرالدین 45 ساله شد دیگر تحمل نامه نویس تمام شد. با خودش گفت 5 سال است این ملا نان من را آجر کرده. باید حتما کاری کنم که مردم دیگر به طرف او نروند. نقشه کشید و تصمیم گرفت و همه مردم بفهماند ملا نصرالدین 45 ساله شده و کم کم دارد پیر می شود. گرچه مردم بیشتر به خاطر اخلاق خوب ملا نصرالدین به سراغ او می رفتن و اصلا به این فکر نبودن که او چند سال دارد، اما حرفهای نامنویس شهر هم بی تأثیر نبود. یکی از روزها که در خانه ملا نصرالدین پر از آدمهای مختلف بود، چند نفر به تحریک نامنویس به خانه ملا رفتند و یکی از آنها به صدای بلند ملا نصرالدین را صدا کرد و گفت جناب ملا، شما چند ساله اید؟ دیگران کم و بیش می دانستند این عده از طرف چه کسی به خانه ملا نصرالدین آمدند و چه نیتی دارند. ساکت شدند تا جواب او را بشنوند. ملا نصرالدین لحظه ساکت شد. اگر می گفت 45 ساله شده حتما آنها به ریشش می خندیدند و می گفتند که بابا تو هم که داری پیر می شی. ملا نصرالدین خندید و گفت پرسیدی چند سال دارم؟ خب معلوم است من 40 سالم. در آن لحظه همان چند نفری که از طرف نامه‌نویس آمده بودند با صدای بلند خندیدند و یکی از آنها گفت مرد حسابی، دروغ هم میگویی؟ تو 5 سال پیش جشن و شیرینی خوران را انداختی و گفتی 40 ساله شدی. حالا بعد از گذشت این همه سال باز هم میگویی 40 سال داری؟ ملا گفت بله. 10 سال دیگر هم از من بپرسن چند سال داری؟ میگویم 40 سال. و سوال کننده خندید و گفت چرا؟ ملا نصرالدین گفت مگر نمیدانی حرف مرد یکیست؟ اطرافیان ملا نصرالدین از حاضر جوابی و تیزهوشی او لذت بردند و سوال کننده و همراهانش دست از پا درازتر برگشتند تا خبر شکستشان را به نام نویس شهر برسانند. از آن روزگار به بعد هر فردی که بدون هیچ دلیل منطقی عقیده و حرف سالهای پیش خود را تکرار کند، کارش یاد آور این ضرب المثل است. حرف مرد یکیست.